گزارش های مربوط به ایران را پی می گیریم. برای نوسانات شدید نرخ دلار در ایران دلایل مختلفی از جمله حضور برخی دلال ها در بازار ذکر می شود. برخی مقام های دولتی و رسانه های منتقد در روزهای اخیر نام و مشخصات برخی از این افراد را منتشر کردند. احمد باطبی در گزارش خود نگاهی دارد به این افشاگری ها و نقش این افراد در بازار ارز ایران. نظرها متفاوت است. کارشناسان اقتصادی تحریم های بینون منتقدین دولت، سوء مدیریت ها و خود دولت دخالت برخی افراد رو به عنوان واسط یا همون دلال عامل اصلی نوسانات نرخ دلار معرفی می کنن. هفته پیش محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد گفت قیمت هایی که اینجا سوریست یا آقایی به نام جمشید بسم الله میره رو چهارپا شد اینقدر شد اینقدر چند روز بعد از این سخنرانی آقای رحیمی گفت که جمشید بسم الله دستگیر شد. وبسایت های خبری نوشتند اسم واقعی این اخلالگر بازار ارز جمشید علف است که در بین رفقاش به خاطر تکه کلامی که در آغاز هر معامله به کار میبره به اسم جمشید بسم الله معروف شده. اون با چند تا از برادرای دیگرش داوود، مجید، مسعود و داریوش در بازار افشار خیابان منوچهری سکه و دلار معامله میکنه. اما همکارانش تو راسته کاسب های دلار خیابان منوچهری نظر دیگه ای دارن یه آدم نسبتاً قد بلند ریش سیبیل نداره ریش سیبیلشو میزنه ماش میزد بالا ژل داشت جل میزد همیشه به ماش یه آدم خیلی معمولی علکی گوندش کردن جمع شده بیچاره رو چند روز قبل وبسایت باستا به امروز پایگاه خبری منتقد دولت که به افشاگری و انتقادهای تند و بیپرده شهره است عکس سه نفر از مدیران گروه صنعتی سپا را منتشر کرد و گفت این افراد 120 هزار میلیارد تومن از نوسانات اخیر نرخ دلار سود کردند. این وبسایت امروز از دستگیری فردی به نام یدالله روزچنگ خبر داده و گفته اون شاگرد نانوایی بود که حالا تبدیل شده به مرد 6 میلیارد دلاری پشت صحنه قاچاق دلار. باستاب امروز نوشته یدالله روزچنگ که حمایت محمود احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش رو داره از شاگردی نانوایی تاکسیرانی و قاچاق پارچه از کردستان به جایی رسیده که حالا تونسته 800 میلیارد تومن ارز از بانک مرکزی بگیره هرچند جمشید بسم الله یدالله روزچنگ و چند نفر دیگه دستگیر شدند اما هنوز تکان محسوسی در نرخ دلار ایجاد نشد منتقدین به دولت محمود احمد نژاد میگن مدیریت اقتصادی دولت چه جور ساختاری داره که یک جمشید بسم الله میتونه درش اخلال ایجاد کنه و یا کنترل اونو از دولت بگیره منتقدین دولت آقای محمود احمدی نژاد را متهم می کنند در سالهای اخیر برای تأمین هزینه های خود ساخته مثل یارانه های نقدی با دخالت در اقتصاد کشور تعادل بازار ارز را از بین برده و فضای چند نرخی را حاکم کرده به گفته ی رئیس کل بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن ارقام نجومی سال 91 فقط در بین سالهای 85 تا 90 ارز دونرخی حدود 16 هزار میلیارد تومن رانت برای برخی افراد تولید کرد. کارشناسان میگن با توجه به وجود چنین رانت بزرگی، ظهور افرادی مثل جمشید بسم الله چیز عجیبی نیست.